خاطرات خانه زندگان قسمت 26. به من بگو ستارگان و آفتاب دروغند، ولی نگو که عشق وجود ندارد. در بخش پیش از کشته شدن بیژن جزنی و 8 زندانی دیگر در سال 54 صحبت کردم. واقعی که بدون تردید توسط سواک برنامه ریزی شده بود. تیرباران اون جانهای شیفته حدود 50 روز بعد از تشکیل حزب رستاخیز صورت گرفت. در روزنامه اطلاعات شنبه 30 فروردین سال 54 اشاره شده بود 9 نفر از زندانیان چون قصد فرار داشتند کشته شدند. برخی از زندانیان می گفتند ساواک خودش می داند که دروغ می گوید. سال 54 حکم 8 سال زندان سعید کلانتری و محمد چوپانزاده به پایان می رسید و عباس سورکی، عزیز سرمدی و احمد جلیل افشار که به 10 سال زندان محکوم شده بودند بیشتر دوران زندان خود را طی کرده بودند. پیرامون برگبار بستن 9 زندانی سیاسی، مسئولین امنیتی حرفهای ضد و نقیض گفتند. اونچه اوائل انقلاب بازجوی سواک تهرانی بهمن نادری پور در دادگاهش گفت، 2 گزارش پرویز ثابتی که در کتاب سواک نوشته کریستیان دلانووا ترجمه عبدالحسین نیکگوهر همچنین کتاب در دامگه حادثه موجود است و در آن به گفتگوی تلفنی سرهنگ وزیری در مورد به اصطلاح فرار اون 9 زندانی هم اشاره شده، همچنین نامه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ارتش بود نصیری به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی که اشاره به 11 زندانی و نه 9 زندانی سیاسی شده که گویا با اتوبوس و نه با ون که در گزارش ثابتی آمده از زندان اوین به زندانهای دیگر که معلوم نیست کجاست منتقل می شدند، همچنین خبری که روزنامه اطلاعات به نقل از سواک شنبه 30 فروردین 54 انتشار داد با هم خانایی ندارند و با اما و اگر همراه است. این موضوع در یادداشتی که با عنوان پرویز ثابتی و ابراز تأسف در گیومه نوشتم، همچنین در مقاله خوب آقای ایرج مستاقی من و حق بیژن جزنی و کشتار 30 فروردین 1354 بررسی شده است. این مقاله در مجله آرش آقای قلیچخانی درج شده است. آقایان ثابتی و ناصر نوذری رسولی ادعا می کنند که اونچه بهمن نادری پور تهرانی بازجوی سواک در دادگاهش گفته دروغ بود. او این حرف ها را زد که زنده بماند و رژیم از بیم اون که بعدم پشیمون شود و حرف هایش را پس بگیرد اعدامش کرد. چرا بعد از 30 چند سال که از دادگاه تهرانی گذشته حالا حرف های او زیر سوال می رود؟ چرا همون زمان کسانی که وی نامشون را در دادگاه برد اطلاعی ندادن که تهرانی دروغ می گوید؟ می توانستند بگویند در یک رستوران عمومی
اونچنان که تهرانی گفته باجیان ساواک نمی آیند و در مورد یک مسئله مهم امنیتی بحث کنند. می توانستند بگویند تهرانی بجز از قندی و منوچهری همه سربازجوها را در واقعه شرکت داده است. اگر قرار بر کشتن زندانیان بود این همه دنگ و فنگ نداشت. اصلا چه بسا یک گروه خودسر این کار را کرده، چون از ترور تیمسار زندی پور مثلا عصبانی بودن و الاخر. چرا در ظرف این سه دهه آقای ثابتی حرفی را که حالا میزنن نگفت؟ نگفت که مامورین قصد داشتند تعدادی از زندانیان را از زندان اوین به زندان دیگری منتقل کنند و در حوالی بزرگراه شاهنشاهی زندانیان در یک ون خودرو بودند و بعد با بریدن دستبند از ون خارج شده و قصد فرار داشتند و مامورین به طرف آنها تیراندازی و 9 نفر از زندانیان کشته شدند. اشاره به تلفن سرهنگ وزیری به ثابتی هم شده است. از سال 54 و جان باختن بیژن جزنی و کاظم ذوالانوار نزدیک به 40 سال می گذرد. فروردین 54 بزرگراه شاهنشاهی در دست احداث بود و امکان تردد خودرو در آن نبود. هر دو طرفش بر بیابون بود. زندانیان توی اون بیابون فرار کردند که کجا برند. از زندان اوین تا سر بزرگراه با ماشین حدود 5-6 دقیقه راهه. توی این فاصله همه 9 نفر توافق کردن که فرار کنن. بعد به سبک داستان زورو هو کشیدن و دستبندها رو یکی بعد از دیگری پاره کردند و از ماشین در حال حرکت برخی پریدن بیرون. آیا باور کردنیست رهبران دو سازمان مبارز و مسلح را کنار هم در یه ون بذارن و انتقال بدن؟ اگه قرار بود زندانیان به کمیته مشترک منتقل شده و بازجویی بشن، چرا اونا رو همراه هم در یک ون جا دادن؟ معلوم بود که در راه حرفاشون رو یکی میکنن. تازه چرا خودروی حامل زندانیان به جای اینکه از پارک وی به سمت جنوب و میدان کندی و سپس جمهوری بره و از اونجا به سمت میدان توپخونه و کمیته مشترک بپیچه، چرا به طرف حوالی بزرگراه شاهنشاهی و خیابان پهلوی میرفت؟ این 9 زندانی را اصلا کجا میبردن؟ چی شده بود که یکی یکی اونها را صدا زدن؟ همه 9 نفر که هم پرونده نبودن. زندانیان سیاسی زمان شاه میدونن که امکان نداشت این گروه ویژه را با هم انتقال بدن. چشمها را هنگام انتقال میبستن و زندانیان به همدیگر یا به صندلی ماشین بسته می شدن. چطوری همه یه مرتبه دستبندها رو پاره کردند و زدن به چاک؟ اونام دستبندهای ویژه‌ای که زندونی تکون می خورد بسته تر می شد. خب حالا گریم که ملائکه اومدن و در یک طرفه‌العین دستهای همه رو با کلید باز کردن و اونا هم پریدن وسط خیابون و در رفتن. خیابونی که دوروبرش بیابونیست. کجا رفتن؟ بسیار خوب، اینا رو همه ندیده میگیریم. چرا به پای زندانیا تیر نخورد و همه بدون استثنا کشته شدن و همه هم از جلو گلوله خوردن؟ نکنه پسپسکی فرار میکردند؟ چرا خبرنگارا رو به محل نبردند؟ چرا اجازه ندادن از اجساد و شاهدان ماجرا گزارش و فیلم تهیه بشود؟ چرا هیچ کس شاهد فرار زندانیان و تعقیب اونها از سوی مامورین و شلیک گلوله به سمت اونها نبود؟ چرا هیچ عکسی از صحنه فرار و کشتار معروف‌ترین زندانیان سیاسی ایران حتی تو آرشیو ساواک نبود؟ سرهنگ وزیری که اون زمان معاون اداری کل 4 ساواک بود به زبان معکوس گزارش عملیات را تلفنی داده. حالا هم چون او زنده نیست و زیر خروارها خاک خفته، میشه همه کاسه کوزه ها رو سرش شکست. کریستیان دلانوا در صفحه 217 کتاب ساواک که عبدالحسین نیکگوهر ترجمه کرده و انتشارات طرح نو تابستان 1371 چاپ کرد، از قول پرویز ثابتی می نویسد: زندانیان با کندن نقبی زیر سلولشون در زندان قصر سعی کرده بودن از اونجا فرار کن.
به این دلیل اونا به زندان اوین انتقال یافتن و اونجا شروع کردن به تحریک زندانیان دیگه به شورش. بعد از اون بود که تصمیم گرفته شد اونا را برای مراقبت بهتر به زندان کمیته مشترک انتقال بدن. بین راه انتقال به زندان جدیدشون یعنی کمیته مشترک، اونا سعی کردن از دست زندانباناشون بگریزن و اینا تیراندازی کردن و چند نفری از اونا کشته شد. زندانیان زندان قصر هیچ وقت به منظور فرار زیر سلولاشون نقب نزدن. در سال 1348 چند نفر از همپرونده های بیژن که البته خود بیژن موافق فرار نبود کوشیدن از طریق پشت بام زندان فرار کنن که موفق نشد. آقای ثابتی یادش رفته که اون زمان اصلا زندان اوین احداث نشده بود که زندانیان مزبور رو اونجا ببرن. آخه تناقض یکی دوتا نیست. اعلی حضرتی که مو به مو وقایع رو دنبال میکرد و سرانجام حمید اشرف میپرسید، در مصاحبهش به شکرالله پاک نژاد اشاره داشت، بازجویی‌های دکتر علی شریعتی رو دنبال میکرد، نسبت به سفر قهرمانی کنجکاو بود و غیره و غیره، مو رو از ماس میکشید و پیگیر اخبار بود. آیا ممکن بود این جریان رو مسکوت بذاره و توضیح نخواد؟ یک گزارش تو ساواک و جاهای دیگه در این مورد نیست. معلومه که پادشاه و به تبع پرویز ثابتی در جریان اون توطئه بودن. اسدالله علم در جلد ششم خاطرات خودش صفحه 69 نوشته، در کارهای امروز چند گزارش بود که همه را به عرض مبارک رساندم و عرض کردم بی جهت این وجهه عالی شاهنشاه در بین مردم و دنیا با ندانم کاری ها لکه‌دار می شود. فرمودن چاره نبود، همه خراب کار بودن و فرار می کردن، اون بدتر بود. بله تردیدی نیست که کشتار از قبل طراحی شده بود و طبق برنامه و با اطلاع شاه عملی شد. دلایل دیگری هم هست که نشان می‌دهد این عمل با تصمیم قبلی انجام شده است. آن نه زندانی دردمند و شریف به قتل رسیدند و قاتلان حتی از زنده یاد مصطفی جوان خوشدل که از ستم و آزار زمانه حال خوشی نداشت هم نگذاشتند. یادآوری کنم که در نامه ارتشبد نصیری به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی، نامه شماره 699 کاف، اشاره به 11 زندانی و نه 9 زندانی سیاسی شده که با اتوبوس و نه با ون که آقای ثابتی گفت از زندان اوین به زندانهای دیگه که معلوم نیست کجاست منتقل می شدن. معلوم نیست اون دو زندانی دیگه چی شدن و کیا بودن. تناقض در گزارش مقامات امنیتی یکی دوتا نیست. متن نامه ارتشبد نصیری در صفحه 153 کتاب زندگی نامه حسن ضیاظریفی به قلم دکتر ابوالحسن ضیاظریفی موجود است. درسته که در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حیطه‌بندی وجود دارد. اگه برای مثال یک کارمند ساده اداره کل سوم ساواک یا کسی که تلفن‌ها رو شنود می‌کرده مثلا مدعی بشه من از چگونگی سربنیست شدن نه زندانی در 29 فروردین 1354 اطلاع ندارم و از چند و چون شکنجه و شوک الکتریکی با خبر نیستم، این ممکنه از او پذیرفته بشه. واقعا ممکنه همینطور باشه چون حیطه اطلاعاتیش محدوده. اما مدیر کل اداره سوم ساواک، او که نمیتونه خودشون به اون راه بزنه. اگرم روایت بهمن نادری پور تهرانی بازجو این اشکال و اون اشکال رو داره، خب حالا جا افتاده اونو پذیرفتن همه. اگه واقعی نیست بفرمایید روشن کنید. ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. سرهنگ وزیری محمد علی شعبانی حسینی شکنجگر و محمد حسن ناصری عزودی، اونو که زنده نیست، پرویز ثابتی، رضا عطارپور، حسینزاده، ناصر نوذری، رسولی، پرویز فرنژاد، دکتر جوان و سعدی جلیل اصفهانی بابک از چند و چون واقعه با خبرن. دوباره میگم
این استدلال که در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حیطه‌بندی وجود دارد و شما نمیتونین درباره کارهایی که به شما مربوط نیست دخالت و تجسس کنید، از هر کسی پذیرفته باشد، از بالاترین مقام دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور پرویز ثابتی پذیرفته نیست. بگذاریم. در قسمت 24 خاطرات زندان گفت شنود با خانم جزنی، خانم میهن قریشی، به دلایلی که سواک این جنایت را انجام داد اشاره شد. در کل هدف اصلی دستگاه‌های امنیتی قلع و قمع کردن نیروهای به قول خودشون خرابکار بود و واقعش تا حدود زیادی موفق شدند. در آستانه انقلاب بزرگ ضد سلطنتی سال 57 در بیرون زندان از چریکای فدای خلق همچنین از مجاهدین وفادار به خط حنیف عملاً جز چند تیم سیاسی نظامی باقی نمانده بود و این انقلاب بود که سبب ساز تشکل دوباره اون دو سازمان در بیرون زندان شد. اون چه گفتم واقعی است، حتی اگر انکار شود. بهرام قبادی و تقی افشانی از کادرهای اولیه جنبش فدایی خوشبختانه زنده ماندند و صحیح ترین توضیح را در این زمینه دارند. بر اعضای قدیمی مجاهدین هم پوشیده نیست. با آزاد شدن مجاهدین و فدایان از زندان شاه بود که نیروهای بالقوه هوادار آنان بالفعل شدند و چونان زمین تشنهی که باران بر آن میبارد شکوفا گشتند و به صحنه آمدند. یار مهربان و جولیت گرکو. پیشتر اشاره کردم بعد از اون که خبر کشته شدن 9 زندانی دلیر به بند رسید، زندان سراپا در حیرت و سکوت فرو رفت و هر کسی میکشید به نوعی با اون غم بزرگ کنار بیاید. از یار مهربان، از دوستی گفتم که در فرانسه درس خوانده بود و به موسیقی عشق می‌ورزید. او روز بعد از واقعه زیر لب ترانه‌ای از جولیت گروکو، خواننده خوش‌سیما و خوش‌آواز فرانسوی را می‌خواند و می‌گریست. آن یار مهربان بارها به شوخی و جدی به من می‌گفت: محمد، علم مارکسیست چه عیبی دارد که تو جهل اسلام را چسبیده‌ای؟ اسلامی که به دستور پیامبرش سر 700 یهودی را از بنی قریظه گردن میزند، چرا خودت را سر کار گذاشتی؟ از نوآوری مجاهدین و امثال دکتر شریعتی کفری بود و میگفت اسلام یعنی اون چه همین حجت الاسلام فاکر و معالی خواه میگویند، همین که میگویند کافر نجسه است. دیدگاه و قرائت های تازه دیگر چیز؟ بنده الان جزو نجاسات هستم، جزو نجاسات هستم دیگه، اصلا کراهت داره تو با من حرف میزنی و را میری، برو بابا. میخندیدیم و من دستش را محکم در دست خودم میفشردم. میدانست به وی علاقه دارم. چشمان کور و لوچمه را همون دوست به دنیای موسیقی و هنر گشوده بود و سپاسگزارش بودم. پاسخ دادم جولیت گرکو در ترانه لوالس دسی نزدیک به 30 قرائت مختلف از اگر دارد. خودت ترانش رو از حفظ هستی، 30 مرتبه به اشکال گوناگون میگه 30، همه هم با یک دیگه متفاوتن. چرا اون کار نوآوریست؟ اما عبور از خطابه ارتجاع و گفتمان ایستا و میرای اون مجاز نیست. چرا دوست داریم نگاه همه مثل محقق کرکی و شیخ احمد کافی باشه؟ تو از
کشتار بنی قریظه میگی، چرا نباید در روایت های امثال طبری از داستان بنی قریظه تردید کنیم؟ من تردید میکنم. برای او روایت طبری از داستان بنی قریظه حجت بود، حکم آیه داشت، و برای من نه. یادآوری کنم که تاریخ محمد ابن جریر طبری، تاریخ الرسل و الملوک، الامم و الملوک، از زمان خلقت شروع کرده و پس از نقل داستان پیامبران و پادشاهان وقایع تاریخ اسلام را به ترتیب سال تنظیم کرده و تا سال 293 هجری شمسی شرح داده. قدیمی ترین سندی که به حادثه بنی قریظه اشاره کرده سیره ابن اسحاق و ابن اسحاق محمد ابن اسحاق ابن یسار 125 سال پس از واقعه مرده، و طبری هم که روایت ابن اسحاق را بی کم و کاست نقل کرده 150 سال بعد از او آمده. فاصله تاریخی میان این راویان و واقعی بنی قریظه برای من نکته بسیار با اهمیتی بود. به اون یار مهربان گفتم ده ها سال پس از واقعی بنی قریظه چجوری میشه بر تمام گزارش های امثال ابن اسحاق و طبری صحه گذاشت؟ او قانع نشد، گفت ببین بشر با هزار زحمت ایدالیسم رو دور انداخته، حالا شما دارین از نوع مرده رو زنده میکنین. ما تو کشوری هستیم که علی اکبر ده خدا و طالبوف و تبریزی رو به کفرگویی متهم میکنن، آخوندها چه اونا که بیرون زندان مفخوری میکنن، چه اینا که تو زندان هستن و متاسفانه در روحیه و ذهنیت مردم تأثیر دارن، این یک و این دو و این سه جامعه ما رو به قهقرا میبرن و امثال شما ولکن دین و مذهب نیستیم. حالا همه ما گیره یه رژیمی افتادیم که راحت نخت و زندانی رو میبره میکشه و حاشا میکنه و میگه میخواستن در برن. رژیم حاکم دشمن سیاسی و فرهنگی مشترک ماست، اگر نه من بیرو در بایسی پته ی هرچی دین و مذهب رو آب میریختم همینجا با صدای بلند. درباره زیربنا و روبنا خیلی بحث کرد، میگفت مذهب و هنر و مثل هنر همه روبنا هستن، اصل زیربناست. گفتم درسته که هنر پدیداریست تاریخی و اجتماعی و وابسته به تکامل ابزار تولید و تکنولوژی، اما شکوفایی هنر در دوره‌های معین میتونه با تکامل همگانی جامعه و پایه مادی اون تناسب نداشته باشه. گاه یه اثر هنری فراتر از موقعیت تاریخی پیدایش خودش میره. هنر یونان رو مثال میزدم، همچنین آثار ویلیام شکسپیر، آثاری که در دوران بردهداری در یونان خلق شده با زیربنای خودشون در اون دوران در تضاد، با هم نمیخونن. بعدها در ایران خودمون در دوران فئودالیته در قرن هفتم هجری ما مثلا شاعرانی داریم که در نفی ارزش‌های خلق شده توسط سیستم موجود شعر گفتن. گفت ببین عزیز، اینا که میگی بی تعارف خزعبلاته، بریز دور، باید در کوزه گذاشت و آبش خورد. خدا افسانه است، میفهمی؟ افسانه است، مخلوق ذهن خود توست، دروغه. کمی سکوت کردیم، گوشی منو گرفت و گفت تو آد هامینم میکنی، آد هامینم بی آد هامینم. گفتم آد هامینم چیه؟ گفت مقلته، سفسته، تو مقلته میکنی، این آد هامینم دیگه. من نپذیرفتم، نکته‌ای که گفته بودم خزعبلات نبود، تأمل برانگیز بود. دوباره گفت همه چیز دروغه. گفتم حتی عشق؟ پاسخ داد بله، حتی عشق. نظر من این نبود. به قول شکسپیر، به من بگو ستارگان و آفتاب دروغند، ولی نگو که عشق وجود ندارد. میخواستم از این یار مهربان یه چیز دیگه هم بگم، اما الان طاقتشو ندارم، کمی بعد.
سی 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 سی. ارزشی برای دموکراسی و حقوق بشر قائل نبودیم. در دوران شاه اونچنان که باید و شاید با مفهوم دموکراسی آشنا نبودیم. من خودمو میگم، خودم و امثال خودمو. بله، با مفهوم دموکراسی به معنی واقعی کلمه آشنا نبودیم و اصلا اونو اولویت خودمون نمیشناختیم. نمیدونستیم که در مواجهه با غرب انگوش نهادن بر خوی و خصلت استعمارگری کافی نیست و غرب مهد مدنیت و دموکراسی و پیشرفت نیز هست. شنیدم که امیر پرویز پویان اهل رمان و شعر و نمایشنامه بوده، ذهن باز و خلاقی داشته، نقدهای متفاوت میخونده. بازگشت به ناکجا آباد و داستان استحاله که از او باقیست هم همینو نشون میده. شاید امثال پویان در بندهای دیگه بودن، نمیدونم. در بندی که من بودم، میانگین پایین سواد میان زندانیان تک و توکی رو برجسته کرده بود، اما بیشترمون بیمایه و البته از خودمون خیلی متشکر بودیم و چشممون را به روشنایی های مدنیت غرب میبستیم و کلیت غرب را با کلونیالیزم استعمار این همانی میکردیم. چه بسا امثال بیژن جزنی و شکرالله پاکنژاد و مسعود رجوی و ابو تراب باقرزاده و ناصر جوهری، امثال آنان چه بسا این ارزیابی شتاب زده رو نداشتند. گفته می شد کتاب شناخت مجاهدین از شناخت ما او اقتباس شده و بیژن جزنی هم در تشریح مبارزه مسلحانه سه اصل تحرک مدام، عدم اعتماد به مردم محلی و هوشیاری دائمی را از اصول مبارزاتی چگوارا برداشته و این نکات در نامه چگوارا به شاعر مکزیکی ال پاتوخو عیناً هست. تا اونجا که به خاطر دارم، ارزشی برای دموکراسی و حقوق بشر به اون مفهومی که در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر مندرجه قائل نبودیم. برخی به صراحت میگفتن که در پی جایگزین کردن دیکتاتوری پرولتاریا به جای دیکتاتوری شاه هستند، ضمن اینکه اون رو به درستی هم نمیشناختن که دیکتاتوری پرولتاریا چیست. اگرچه رادیکالیزم انقلابی فدایان و مجاهدین فضای سیاسی دانشگاه های کشور را فرا گرفته بود و زندان هم از این قاعده جدا نبود، اما در بند ما کسی به درستی نمیدونست دیکتاتوری پرولتاریا چی هست و چی نیست. با زیر و بم ماجرای کمون پاریس هم کمتر کسی آشنایی دقیق داشت و هیچ کس در بند 1 و 7 و 8 متن کامل مانیفست مارکس و انگلس را نخوانده بود. اون دوست ما هم نخوانده بود. در بندهای بالا مصطفی مفیدی یک کتاب درسی جامعه شناسی به زبان انگلیسی را که انتهایش متن مانیفست مزبور چاپ شده بود وارد بند کرده و به بیژن جزنی داده بود، به شرط اینکه وقتی ترجمه شد به مجاهدین هم داده بشود. علی طلوع مانیفست را ترجمه کرده بود اما در دسترس همه قرار نگرفت و بیژن صلاح ندیده بود. چراییش داستان جدایی دارد و از آن میگذرم. مصطفی مفیدی از اعضای قدیمی نهضت آزادی بود که در سال 1350 مارکسیست شد. گفته شده او پس از پیروزی انقلاب به خاطر عضویت و فعالیت در حزب توده بازداشت و زندانی بود. مصطفی برادر محمد مفیدی بود که در مرداد ماه سال 51 به همراه محمد باقر عباسی و علیرضا سپاسی آشتیانی دست به ترور سرتیپ طاهری زدند. زنده یاد علیرضا سپاسی آشتیانی، خوشبختانه دستگیر نشد. اما در اوایل شهریور سال 51 مفیدی و عباسی دستگیر شدند و 5 دی سال 51 تیرباران گشتند.
علیرضا سپاسی آشتیانی را نیز بعد از انقلاب تیرباران کردند. انسان شریف و فرهیخته بود. برگردیم به زندان. پیشتر هم گفتم در زندان امپریالیسم نقل هر مجلسی بود، اما غالب ما با این مقوله هم آشنایی دقیق به همه جانبه نداشتیم. اصلا نمیدونستیم خوردنیست یا پوشیدنی. اینا که گفتم متاسفانه واقعی است، نگفتنش جفاست. مقولات دینی هم این گونه بود. در اون بند هیچ کس مضمون مباحثی چون قصاص را کند و کاف نمی کرد و روی اون دقیق نمی شد و چند و چون اون چه اقتصاد اسلامی نامیده می شد روشن نبود. از حوادث واقعه و باز بودن باب اجتهاد و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه صحبت می شد، اما هیچ کس به فراست نمی افتاد که چرا در منابع فقهی از سطوح اولیه مثل لمعه و شرایع و مکاسب تا کتب اجتهادی بالاتر چون حدائق و جواهر چرا به اندازه یک ورق راجع به حقوق بشر بحث نشده است. زندانیان سیاسی زمان شاه فرزندان مردم ایران بودند و بیشتر آنان همه چیز خود را در کفه اخلاص گذاشتند و جان و جوانی خود گذاشتند، اما انگار همه سوار قطاری بودیم که معلوم نبود کجا می روند. مکر عقل. بزرگترین موضوع تراژدی از روزگار یونان باستان این بوده است که آدمیان نمی‌دانند با دیگران چه می‌کنند. با نیت خیر شر برمی‌انگیزند و به عکس، و با این همه آرزو دارند در عمل به کمال مقصود برسند. با عمل چیزی نو آغاز می‌شود، ولی عمل زنجیره ای از پیامدهای پیش بینی ناپذیر هم به دنبال می آورد که تا ابد عمل کننده را با خود می برد، به بند می کشد. هر یک از ما می داند که هم آغازگر و هم قربانی زنجیره پیامدهایی است که گاه در وقوع اون اختیار نداشته است. دکتر فولادوند از قول فیلسوفی به نام بوسوئه گفته است هیچ قدرت انسانی نیست که برخلاف اون چی اراده کرده است هدفهای غیر از هدف خیش را پیش نبرد. همیشه به چیزی میرسیم که اتفاقا پیش آمده است و با اون چی مقصود بوده تفاوت دارد. تقدیر است، مشیت الهی است، دست قضاست، تصادف است، نمیدانم. جدا از نقشه دستگاه امنیتی رژیم شاه و طرح قلع و قمع کردن به اصطلاح خرابکاران، انگار بعضی اتفاقات باید بیفتد. چرا؟ نمیدانم. چه حکمتی در آن است؟ گاه رویدادها اونچنان سهمگین است که هر ناظری را مات و متحیر می کند، گیج می کند. آیا اونچنان که امانوئل کانت می گفت این گونه وقایع مکر عقل است، دست نامرئی است؟ آیا واقعیت محصول همکاری ما و بیرون است و تصورات ماست که بر واقعیت سوار می شود؟ See, see, see.
هرگز نباید از بخشودن یکدیگر دست برداریم. دوستی ایراد می گرفت و به من می گفت محمد، بازگویی وقایع دردناک رژیم شاه در زندان چه سودی دارد جز ایجاد بغض و کینه؟ به او گفتم من به کسی کینه ندارم، اما گذشته پیش درآمد اکنون است. ما که در گذشته زندگی نمی کنیم، به گذشته نگاه می کنیم. بدون سنت می توانیم زندگی کنیم، اما بدون گذشته نمی توانیم. بدون گذشته همه چیزمون را از دست می دهیم. من و امثال من اهل کینه نیستیم. به قول هانا آرنت، هرگز نباید از بخشودن یکدیگر دست برداریم، چه بسا اصلا شمول رحمت خداوندی بر کژی‌های ما به توان ما برای بخشودن یکدیگر وابسته باشد. شجاعت و مناعت نهفته در این تصور از بخشایش به عنوان اساس مناسبات آدمیان فقط در تبدیل پلیدی به عکس آن، یعنی پاکی و فضیلت نیست، بلکه در این است که امری به ظاهر محال را مد نظر قرار می دهد، یعنی بازگردانیدن آب رفته به جوی، و سرانجام موفق می شود. موفق می شود در جایی که همه چیز به نظر می رسید پایان یافته باشد، سرآغاز نوین به وجود آورد. حالا از اون دوست نازنینی که با هم در زندان سر زیربنا و روبنا بحث می کردیم در پایان این قسمت یاد کنم. اون یار مهربان، در دورانی که زندان گریخته بود در تهران آواره بودم، روزی او را دیدم حول حوش میدان امام حسین، فوزی سابق که از سمت غرب به خیابون انقلاب شارزای سابق و سمت شرق به خیابون دماوند تهران نو و سمت جنوب به خیابون 17 شهریور شهناز سابق متصله. لحظه به لحظه را یادم هست. یکی منو با اسم صدا کرد. دل تو دلم نبود. کی بود صدا کرد؟ صدا آشنا بود، خیلی آشنا، اما اون انسان نحیف و پژمرده را به خاطر نمی آوردم. آهسته گفت محمد، منو نمیشناسی؟ ببین روزگار زده تو سرم، عملی شدم. گفتم عملی شدی؟ عملی چیه؟ گفت عملی شدم دیگه، تریاکی شدم عزیز. دلم پوری فرو ریخ، مردد بودم اوز یا نه. گفتم من شما رو کجا دیدم؟ نگاه نافذشو به چشمانم دوخ و گفت با وفا یادت نیست؟ جولیت گرکو، جولیت گرکو. گفت و سرش را زیر انداخت. وای خاک عالم به سرم. پس این اوس. هر دو به شدت گریه کردیم. شهر داد زندان اوین بوده و هزار بلا و مصیبت کشیده. بعد زنش از او جدا شده، یکی از بچه هاش مرده، اون یکی نمیدونه کجاست، و از فرط اندوه و فقر به این راه کشیده شده. خیلی نحیف و پژمرده شده بود. گفتم تو که فقیر نبودی؟ گفت خیلی چیزا نبودم، شدم دیگه. پرسیدم الان زندگی تو چجور میگذرونی؟ جواب داد همینجوری دیگه، یه آب باری که میاد میره. گفتم از کجا؟ گفت نمیدونم. پرسیدم چرا نرفتی از ایران؟ گفت دست به دلم نذار، حرف رو عوض کرد. خواهش کردم بیا با من بریم، هر جا من میرم که نمیدونم کجاست تو هم بیا. قبول نکرد. هرچی اصرار کردم گفت نه. از من خواست هیچ وقت اسم او رو جایی نبرم. کمی پول داشتم، هر کاری کردم نگرفت. فقط گفت هرچی دوریالی داری خرج کن. یکی از فامیلامون رو به خاطر داشتن 5 تا دوریالی گرفتن. مادر مرده اصلا نمیتونه مبارزه چیه. آزادش میکنه ولی تا بیاد ثابت کنه واویلاست. فهمید از زندان فرار کردم. خیلی جدی شد و گفت حیف بود تو رو بکشن. منو که کشتن، میبینه که کشتند. ای روزگار.
ازم خواست که از او دور بشم. پشت سر هم گفت برو برو. هر دو از هم دور شدیم. صدام زد، برگشتم. گفت بهت نگفتم این آخوندهای بی پدر و مادر مملکت ما رو به گوه میکشن؟ نگفتم، نگفتم. با محبت زیاد منو میپایید و گفت برو برو. نگاهش میکردم گم شد، توی شلوغی ها گم شد. رفت که رفت. خدا کنه زنده باشه اینا رو بشنوه، خدا کنه اینا رو بشنوه، خدا کنه زنده باشه. لعنت بر بیداد. آیا مکر عقل اینه؟ آیا این مکر عقل که کانت گفت؟ حافظ اسرار الهی کس نمیداند. خاموش. Linda tua ciranda già voi già Ne vino a trasmettite si segno E a tu ventana c'evo una paloma Trattala con carino che mi persona Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Cariño que es mi persona Ay, que vente conmigo, chinita